با توجه به اینکه دیوار مرزی ترکیه الان به بحث هندسیزموتی ما تحصیل خورشه، اقدامات سازماتیز چیه؟ خیلی متشکرم. خوب همونجوری مطلع هستید، مرز ترکیه دیوار مرزی بین در مرز بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه ایجاد کرد. ما از همه ابتدای کار ورود پیدا کردیم و اینکه هم چون بحث حیات وحش هست، معابر حیات وحش که بین دو کشور در حقیقت تردد پیدا میکنن، ما از همه اول اعلام کردیم که حتما اکوسیستم ها و یا زیستگاه های در حقیقت حیات وحش با مشکل مواجه میشه. این حیات وحش نمیتونن تردد کامل انجام بدن، محدوده زیستگاهیشون کاهش پیدا میکنه. خب یکی از بحث های اساسی ما بود که ما بحث دومی که ما داشتیم در حقیقت بحثی بود که آبراهایی که اونجا وجود داره، در مسیر آبراها حتما شرایط طوری باشه که آب پشت این دیوار جمع نشه و برای روستاهای حاشیه مرزنشین ما مشکل ایجاد نکنه. که خب یکی دو مورد اتفاق افتاد، یعنی طوری شد که آب با توجه به اینکه آبراهی ایجاد نشده بود و اون کالورت یا در حقیقت پلی که آب رو تخلیه بکنه ایجاد نشده بود، اونجا آب پشت دیوار جمع شد. با توجه به نیرویی که داشت در حقیقت دیوار شکسته شد و سیلاب‌های مصنوعی تو منطقه اتفاق افتاد برای بعضی از روستاهای حاشیه مرز ما. خوشبختانه در حاشیه نشست ششم سازمان ملل که در نایروبی برگزار شد، من یه دیدار مفصلی داشتم با مسئولین محترم محیط زیست کشور ترکیه و هم بحث معابر حیات وحش مطرح شد، روگذرها و زیرگذرهایی که باید اونجا زده بشه، هم بحث پل‌هایی که باید طراحی بشه که خوشبختانه اعلام آمادگی خیلی خوبی کردن و در سفر آخر ریاست محترم جمهورم که به کشور ترکیه داشتن اونجا هم این بحث مطرح شد و تقریبا وزارت دفاع و وزارت محیط زیست ترکیه قرار این کار ان شاءالله پیگیری بکنن که مشکل حل بشه. خوشبختانه در اعلام آمادگی کردن برای حل مشکل. تغییراتی میخواد در دیوار مرزی ترکیه اتفاق بیفته؟ این قسمت حتما جایی که از جنبه سیلاب، جایی که آبراها وجود دارن، باید پل طراحی بشه، زیرگذرها، این اتفاق خواهد افتاد. برای حیات وحش هم بعضی قسمت ها که به صورت روگذر بشه و بعضی قسمت ها به صورت زیرگذر، معابر حیات وحش ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد. به صورت مشترک انجام میشه ایران ترکیه یا خیر؟ ما فعلا که بحث ما قرار شد که گروه های کارشناسی با هم تبادل بشن و این اتفاق بر اساس پیگیری بشه، ولی خود دولت ترکیه مصمم است که این مشکل رو ان شاءالله حل بکنه. ممنونم. موفق باشی.